جمعی از شیعیان شهر هویزه در استان خوزستان ایران به همراه یکی از مبلغان و تنین چند از اعضای هیئت مدیره و فعالان در مسجد امام رضا علیه السلام واقع در شهر هویزه با بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی مدظله در شهر مقدس قم دیدار کردند و مورد استقبال معظم الله قرار گرفتند معظم الله خطاب به میهمانان فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله علی ها و نصایح فراوان داشتند و موعظه و نصیحتی را چند بار تکرار نمی کردند اما در میان مواعظ خود موعظه دارند که آن را سه بار تکرار کردند که شاید این تکرار به دلیل اهمیت آن بوده است پیامبر اکرم یک مطلب را سه بار تکرار کردند و فرمودند لا تغضب لا تغذب لا تغذب خشم مگیر خاش مگیر خاش مگیر کسی که این نصیحت را بپذیرد و بدان عمل کند کلید تمام سعادت ها و خوشبختی ها را به دست آورده است شما عزیزان زیارت خود از کریمه اهل بیت علیه السلام را با عمل به این سفارش رسول خدا کامل کنید و دیگران را نیز به عمل به آن تشویق کنید معظم الله در این معنا فرمودند انسان باید در خانه، خیابان، محل کار، محل تحصیل، در حوزه، در برخورد با خیشاوندان، همسایگان و سایر مردم رفتاری پیراسته و دور از خشم داشته باشد. حال اگر انسان تصمیم بر این کار بگیرد موفقیتی به دست می آورد اما اگر در این زمینه از و اراده ای نداشته باشد نه تنها بهره ای نمی برد بلکه خدای ناکرده ممکن است در روز قیامت توماری داشته باشد که در آن هزاران هزار خشم ثبت شده باشد که در دنیا از او سر زده و در آنجا نتواند پاسخ بدهد حضرت آیت الله العظم رازی دامزلو خطاب به میهمانان فرمودند بکوشید که در دوری و پرهیز از خشم از می جدی داشته باشید و امروز برای عمل به این سفارش پیامبر مصمم شوید و زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را با عمل به وصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی علی کامل کنید